دکتر چه خبر؟ انتخابات نزدیکه، جنگ و دعوا و پاچه‌گیری و کفگرگی و زیرزانویی و چکش فراوون. ولی تحلیل استراتژیشو میخوام آقا دکتر. محکم بشی تا برات بگم. مقام عضو با تیغ و برداشه واسه حذف فله ای. اون طرف هم گفته اگه این کارو بکنی انتخاباتت سوت و کور میشه. ولی مگه فرقی میکنه؟ اون دفعه که مردم گفتن زبونم لال اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، بالاخره سوت و کور میشه. این حماسه حضور که تو حوزه قرار نیست باشه، که تو ضرب و تقسیم بعدیشه، اینجا رو داره تهدید میکنه. حالا اگه مقام عضو تهدید جدی بگیره همه میفهمن که بدجور از نفس افتاده. اگرم جدی نگیره که زایتره. یادت بیاد آبان دی اسفندشو نگو آی دکتر، اسم قیامو نیار. باشه مقام عظما که کاندیدای طرف مقابل حذف میکنه خیر نظامو میخواد، میخواد جنگ و دعوا تو مجلس تموم بشه. دعوا که آخه اینطوری تموم نمیشه قربت برم الهی، دعوا سر چیز دیگه است. من هو عبوی همیشه میفهمودم بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودم، سه تا داداش میخواستم مرغداری بزنم، به اون یکی داشتشون گفتن تو شریک نیستی، گفت به ارواح عمم اگه شریکم نکنین پرورش روبا میزنم بغل دست مرغداری تو اون. روشن شد یا بفرستم دنبال پرورش روبا. مقام عظما دکتر خودش سکه یه پول میکنه این وسط، ولی جناح خودش هم یه زحمت به خودشون نمیدن تو این دعوا از این بدبخت دفاع بکنن. اینا هم همچین گل و بلبل نیستن که هرچی عضو ضعیفتر بشه خب همینا بیشتر زیر پاشو خالی میکنن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن دوتا داداش رفتن خودشون رو پیش باباشون لوس کنن، گفتن اگه گرگ به ما دوتا حمله بکنه تو به کدوم یکی کمک میکنی؟ گفت خب معلومه به گرگه. دکتر سوال بعدی، مگه این جوزف بورل جانشون اون خانومه نیست که سر سلفی گرفتن باش تو مجلس چند نفر زیر دست و پا موندن؟ آره. پس چرا خیلی تحویلش نگرفتیم این وسط؟ آخه به آدمش نیست که، باید ببینه چه نسخه‌ای برداشته وسط بپیچه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با هادو، عرض میکردم بله میفهمودن مشنگی رفت داروخونه گفت یه دونه از اون شربت سینه ها که صبح دادی به داشم بده. ترگو اینطوری که نمیفهمم چی میخوای، اسمشو باید بگی. مشنگی گفت اسمش امیر حسینه. روشن شد یا برفستم داروخونه دنبال شربت سینه. منظورتون چی های دکتر؟ منظور با اینه که هر کی اومد اینجا نباید یه حضور مک بشیم بگی اومده دیدن ما لابد خوبه، شاید واسه کار دیگه اومده باشه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن. معلم تاریخ به طرف گفت اوه تو که با اون قد درازت داری به من بربر نگاه میکنی، بگو اسکندر مقدونی کی بود؟ طرف گفت نمیدونم. معلم گفت ناصرالدین شاه رو کی کشت؟ گفت من چه بدونم. معلم گفت ناکس با این وضع داغونت واسه چی بودی امتحان تاریخ بدی؟ طرف گفت برو بابا کی میخواد امتحان تاریخ بده، اومدم بخاری کلاس رو تعمیر کنم. مگه اینا همونی نبودن که میگفتن برامون ساز و کار مالی جور میکنن؟ گول زرق و برقشو خوردیم وقتی این حرفا زدن، فکر کردیم جای تحریما رو میخوان پر بکنن. بعد دیدیم 3000 یورو کل سرمایهش بوده، تلفنش هم الان کار نمیکنه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن. به مشنگه گفتن بابات برای تولد چی خریده؟ با لبخند فاتحانه گفت اون مزدا 3 فول اتومات قرمز رنگ متالیکو میبینی اون برای خیابون پارک شده؟ گفتن آره. گفت یه جفت جوراب همون رنگی. آقای دکتر نمیشه ازش درخواست کنیم که اروپا بین آمریکا و نظام رو انتخاب کنه؟ مقام عظما مثلا قیافه داره یا خوب تار میزنه؟ مشنگه گفت من نه قیافه دارم نه هیکل نه تیپ، البته اینا اصلا مهم نیستن، مهم پوله که خب خدا رو شکر اونم ندارم، عوضش یک اخلاق سگی دارم که نگو. خب مگه مشنگن واسه چی بیان 1000 تومن ول کنن به خاطر یک قرون؟ اون عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن. یارو قبل از دادگاه یک چاقوی شیک رفت داد به قاضی که به نفعش حکم صادر کنه، با خیال راحت رفت نشست تو دادگاه. نگو بعدش اون طرف دیگه یک گاواهن نو واسه قاضی برده بوده. قاضی که شروع کرد به صحبت طرف دید از حرفایی که داره میزنه بوش میاد که به نفع اون یکی حکم بده، فکر کرد قاضی چاقو رو یادش رفته، اومد یادش بندازه گفت جناب قاضی پیشنهاد میکنم به سرعت چاقو رو بذارین و ببرین حکم رو صادر بکنین.
قاضی گفت قربونت برم من چاقو رو میذارم که ببرم، ولی لامصب زیرش عین گاواهن سفته. روشن شد یا برفستم دنبال چاقو و گاواهن و این حرفا. گفتین گاواهن صفر، یادم افتاد به قطعنامه کنگره که نامرده اقلا یه رأی منفی هم ندادن که بگیم یکی هم بوده که نزنه تو پوزمون. برای کنفرانس جده هم یه ظریف و اینا رو راه ندادن. آیه خیلی زایه شد، آدم شیرجه بزنه تو آفتابه شنا کنه اینطوری زایه نشه که ظریف اینا زایه شدن. دنیای نامردی آیه دکتر. آره پیام بقا مزمن به اون مهمی که به دانشجو دادن کسی به کشکم نمیگیره، ولی کلیپ صوتی مکالمات کمک خلبان با برج مراقبت که با زحمت معلوم شه چی میگن همه دنیا پخش میکنن، میگن ثابت میکنه که مقام مزمن از همون لحظه اول میدونسته که هواپیما رو با موشک زدن سه روز دروغ میگفته. او سه روز که چیزی نیست، واسه نظام آب خوردنه. امام راحل دروغ میگفت تا آخر عمر خودش و جانشینش و هفت جد و آبادش. آقای دکتر ما هواپیمای اوکراینی رو زدیم، چرا بقیه پروازشون رو قطع کردن؟ خب با یکی که این کارو بکنی بقیه هم حساب کار میاد دستشون دیگه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که یارو یه نون از نونوایی دزدید زد بیرون، بقاله اون طرف خیابون دید دو دستی زد تو سر خودش که بدبخ شدم. گفتن ناکس تو چرا بدبخ شدی؟ نونو که از نونوا دزدیده بقاله. ببخشید با عرض معذرت. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو یه نون از نونوایی دزدید زد بیرون، بقاله از اون طرف خیابون دید دو دستی زد تو سر خودش که بدبخ شدم. گفتن تو چرا بدبخت شدی؟ نون از نونوایی دزدیده. بقاله گفت خب نون خالی که نمیخوره، حتما میاد پنیرش هم از من میدزده دیگه. روشن شد یا بفرستم دنبال نون دزدی. آی دکتر الان لو رفته که نظام فناوری خوندن جعبه سیاه هواپیما رو نداره. آره پس تو سانه های قبلی چطوری میگفتیم اطلاعات جعبه سیاه رو خوندیم؟ اونا پروازهای داخلی بودن، گندش در نمیمد، هرچی میخواستیم میگفتیم. الکی نمیگن جعبه سیاه، چون روزگار و مقام عظما رو سیاه کرده. آی دکتر بالاخره قبلی ها رو چطوری خوندیم؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه سواد نداشت ولی میخواست افه و جستش رو بیاد. یه روزنامه گرفت الکی شروع کرد به خوندن، یکی ازش پرسید چی نوشته، بعد مشنگه گفتش که هیچی، نوشته که یه کامیونه چپ کرده. طرف یه نگاه کرد روزنامه رو سرتا گرفته بود، براش درست کرد و بیا کامیونه هم درست شد. آیه دکتر سوال پایانی رو علی مطهری نائب رئیس رد صلاحیت شده مجلس پرسیده، گفته شورای نگهبان التزام قبلی به مقام عظما رو چطوری چک میکنه؟ ما که همه التزام قلبی و عملی و بانکی به مقام عظما داریم. شورای نگهبان به التزام قلبی کاندیده که کار نداره، که اون یکی جناح رد میکنه که التزام قلبی خودشو به مقام عظما برسونه. حالا سوال از کجا میتونی بفهمی کدوم طرف یک کرم سرشه کدوم دمشه؟ نمیدونم. آها تاکتیکیش اینه که وسط کرمه رو قلقلک میدی، هر طرفی که خندید سرشه. ولی استراتیجیکیش با عرض معذرت. آها تاکتیکیش اینه که وسط که آها تاکتیکیش اینطوریه که وسط کرم رو قلقلک میدی، هر طرفش که خندید سرشه. ولی استراتیجیکیش اینه که ببینی مقام عظما چی میگه. آقای دکتر من از این ناراحت نیستم که شما اعضای مجلس رو کردین کرم به درک، ولی اینا همه متعلق به مقام عظما هستن. آدم جزش از این در میاد که برای مقام عظما تبعات داره. یعنی مگه من گفتم که مقام عظما صاحب کرم است؟ مگه من گفتم که مقام عظما